چند دقیقه بعد چیزایی که میگم من انجام میدی. خب 35 دقیقه دیگه میای اینجا با یه دونه صندلی چرخدار رو 27 مدل قرص مختلف و باباتو برمی‌داری میبری، بخاطر اینکه ما جا نداریم، حوصله باباتم نداریم، اصلا شرایطی هم نداره که بیاد خونه، ولی به ما چه خدافظ. خب دوستان، از اونجایی که میدونید من اولین بارم که همچین اتفاقی واسم میفته، واسم این تا ته رفت تو پاچم. سلام، خوبه؟ من یه ویلچر می‌خواستم. من انجام میدم که من اونجاست. تو خارجی 150 میلیون. جناب کی میبینم؟ اجاره نمیدین؟ اجاره مثلا چم یه ما دو ما استفاده کنم بعد باشه 20 میلیون تومان اجاره. خب سر کنم 5 میلیون با کارت ملی با گدون از کلیات باشه اجاره کنیم. بعد از یک ماه دعا کردن هر شب و روز که بابام بیاد خونه، موقعی که اومد اینجوری بودم که خونم پاره. مشکل اینجاست که من اصلا نمیدونم چجوری باید آشپزی کنم. بعد از یک ماه در یخچال باز کردم و با یه صحنه بسیار فجیحی متوجه بودم. اونجا که اولش کپک زده، یه خورده کچاپ میزنم واسش آبجو که نفک نکنم. خب آبجو خیار درست میکنم، این دوغه رو ببینم درسته. واقعا فکر کنم یه اکوسیستم توی یخچال مون الان داره زندگی میکنه، در حدی که به این چمنای بغل دستم داشتم فکر میکردم یه آشپزی باشون بکنم، یه سالاد یه چیزی پیش بدم. تو ساعت ظرفو همش کثیف بود، هر چی که بچه‌ها خونه می‌دادن می‌خواد خوبه. مثلا نه، بو نکن، فقط بخور. یا خوبی؟ من اینو می‌ذارم اینجا و برم خونه رو این خونه مرتب بکنم. تو همینجوری وایسا توی ترکیه خونه رو خاک بر نمی‌داره، گل بر می‌داره. یعنی موقعی که می‌خوای خونه رو تمیز کنی با یه ماش پشم روبرو میشه که اگه گربه هم نداشته باشه. ولی مشکل اینه که ما دو تا گربه خبل چاق پرپشم هم داریم. مشکل بعدی اینه که من تمیزکاری بلد نیستم. صد آشغال کیسه نداره اینا رو کجا بریزم؟ از بالکن بندازم؟ نه نه نه، همسایه گیر. ایده برم. مرحله بعدی شستن لباسا بود که از اونجایی که من توی زندگیم ماشین لباس شویونه نایده بودم، اصلا خیلی تازگی داشت و نمیدونستم دارم چه غلطی میکنم. دادیا دالا این ماشین لباس شویه چجوری کار میکنه؟ یه شوینده باید بریزی کن کشوش ببینم رو میگی؟ آره اون دوش دادیا هفته اداره کردن کارهای خونه و نخوابیدن، تونستم به طور موفقیت آمیزی تو تک تک کارهای وجود داره برینم و یه ایده‌ای به ذهنم رسید. یادم افتاد داداش هم‌اتاقی بابام که کلی کمکمون کرده بود همون دنبال کار بود، هم من دنبال این بودم که بتونم بخوابم. مرحبا مرحبا بنتی همون گل بو بابام سن حال دادکسی بای برای اولین بار تو یک ماه اتاقم قراره ببینم. طبیعتاً به خاطر یه ماه تو اتاقم نرفتم، اتاقم بوی ماهی مرده میداد و انگار بمب توش ترکونده بودم و طبیعتاً به عنوان یک آدم کاملا سالم مرتب اولین کاری که کردم گرفتم خوابیدم. تو کی هستی؟ تیا دختر جدیدت. بعد از اینکه تونستم بعد از یک ماه توی تخت عادی بخوابم بدون صدای بیمارای پرستاری که میگم تونستم به خودم بیام. صبح فرداش که از خواب پاشدم اومدم ببینم که به بابام رسیدگی خوب داره میشه یا نه، که با یه همچی صحنه ای روبرو شدم. حالا میگه ای، ولی برای اولین بار توی یک ماه تونستم درست حسابی برم حموم و اینجور شدش که تونستم دافولیزیشن یکو انجام بدم. چیز بعدی که متوجه شدم از استرسی که کشیده بودم و تغذیه مزخرفی که داشتم، تمام زور بدنم رفته بود و همه ماهیچه هم آب شده بود و تقویمو که چک کردم دیدم 3 ماهه که پریود نشدم. حقیقتشو بخواین حدود 5 روزه که رژیم و ورزش خیلی سخت دارم انجام میدم و هیکلم خیلی تغییر کرده بخاطر اینکه معلم گرفتم و
اینجوری هم که شاید تغذیه هم مشکل داره. تصمیم گرفتم یه معلم ترک بگیرم آنلاین که بهم هم رژیم داد هم ورزش و تقریبا هر روز یک غذا رو دارم میخورم. الان بوده ششمین روزم دیگه، میشه وارد ششمین روز میشم و 6 روزه که یک برنامه رو دارم میرم. یعنی برنامه غذاییم هر روز صبح یکیه، شام یکیه، نهار یکیه و یه خورده دیوونه کننده هست، ولی انرژیم عالیه، لاغر دارم میشم، عضله دارم استفاده میکنم، بدنم از همیشه سفتره و اینجوری هم که یه چیزی هم که این مدت واسم اتفاق افتاده، فهمیدم هر وقت که داغون میرم بیرون پسرای جذاب سیکس پک دار میان، واسه همین تصمیم گرفتم که همیشه به خودم برسم و دقیقا همین امروزی که داشتم آرایش میکردم بعدش هم شد جینگوره سیکس پک. البته ممکنه زخمای پامم دیده باشن بگن آخه بدبخت مثلا کمک میخواد، ولی ما فکر میکنیم که به خاطر اینکه خوشگل بودیم به کمک بدبخت. معلمم عکس هیکلم که دید گفتش که بدبخت تو هیچ عضله نداری، عضله باید در اول از همه. این برنامه بیشتر توش گوشت داره و کربوهیدرات داره، همه چی داره، همه چی داره توی برنامهش و با برنامه‌هایی که قبلا انجام دادم خیلی فرق داره. فکر کنم بعدا قرار خار الان موقعای زیباییه که میخوام عضله بسازم زیاد فشار نمیاره. تازه اینجوری شد اینجا واقعا داشتم میمردم بچه ها، این جنازه بعد باشگاه همیشه میافتم و بسد. البته از اونجا که توی یوتیوب ویدیو میذارم تا ساعت 6 صبح بیدار موندم و ویدیو ادیت کردم، بعدش هم طبق معمول بعد پاشم برم بیمارستان و کارای اداری و اداره پلیس و بعدش هم برم موتور رو آزاد کنم تا شب کنم. بیاین صبونه کثافتی که هر روز واسه رژیمم باید بخورم نشونتون بدم. آب گازدار دوستان، دوستان آب گازدار، آب گازدار با لیمو باید بخورم صبح قبل از صبونم. آره یه خون نمک هم بریزم توش، شروع نمیشه برخلاف چیزی که فکر میکنی، فقط گازدارتر و باحالتر میشه. این رژیمم انقدر حساسه که با ترازو حساس باید وزن کنم چیزایی که میخورم. به جای نون از این کیک برنجای حال به همزن باید بخورم صبح، بعد الان کمتر کردم مقدارشو به خاطر اینکه وزن کم نمیکردم. 5 عدد زیتون، 20 گرم پنیر لور. داداش خواهمشو بردی که این شد پنیر 23 گرم، همون 20 گرم به هم میاد تکی داشته باشم. دستم چیه؟ چه اینجوری نگاه میکنی؟ بعد از رفتن بیمارستان و گرفتن ایکس رای و هزار تا کوفت و درد رفتیم پلیس و افاده میخواستیم بدیم و افادهمون هر چی که میخواستیم نمینوشتن با اینکه قانونشون اینه که باید بنویسن. و بعد از 5 ساعت کلکل دستنهایی با کلی پلیس تونستم افاده که میخوام بگیرم و بعدش بیام موتور رو آزاد کنیم که به این حال افتاده بود ان شاءالله آتیش بگید بتونم بزنم این موتور کثافت اشعار. حالا میخوام نشونتون بدم اگر خدایی نکرده روزی واسهتون این اتفاق افتاد، بهترین راهی که بخواین این زخماتون رو درمان بکنین که لکش نمونه چیه. الان زخمای من این شکلیه و قبلا 10 برابر این بزرگتر بود. اولش هیدروید فورته استفاده کردم واسه اینکه لخت خون رو از بین ببرم. اینم کرمای دیگه ای که استفاده کردم که اونقدر به نظرم خفن نبود. قبل از اینکه از سودو کرم و وازلین بخواین استفاده کنین، بعد از کرمای آنتی بیوتیک استفاده بکنین که عفونت نکنه به زخمتون. یکی از دوستان بهم گفتش که بتادین باعث میشه که لک بشه پوستتون، واسه همین باید با آب و صابون بشورین. دکترم بود واسه همین، من از خودم نمیگم. و بعد هی با لیف پدر پاتون رو درارین، میدونم خیلی درد داره، واقعا این جهنمه، ولی واقعا لکشو میبره. یکی از چیزای دیگه که خیلی خوبه حموم آب داغه، انقدر زیرش میمونی تا پوستتون قلفته کنده شه. توی مرحله‌ای هم که مثلا من زخماتون دیگه بسته شده و خطر عفونت نداره، هی بعد بهش کرم بزنین و چرب نگهش دارین. زخمای منم خیلی بهتر شده، ولی واسه این دورش نمیدونم دقیقاً بعد چیکار بکنم که الان سیاه شده. از اونجا که دی ان ای تمام کارها و غذاهایی که خورده بودم توی اتاقم بود، تصمیم گرفتم جمعش بکنم که کلا خاطرات کلا این چند هفته‌ام یاد بره. تک تک مولکول هایی که این چند هفته با خودم داشتم پاک کردم به طور موفقیت آمیز از سوی اتاقم. این چند وقت اصلا حس و حال بیرون رفتن نداشتم، همش کنار ددیا بودم و ماساژش میدادم، بهش روحیه میدادم، چون نه خودم روحیه داشتم نه ددیا. ولی الان به برگشت سنگین پرچرب خودم رو اعلام میکنم و منتظر ویدیوهای جدید بشید.